بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوانان رو نجات بدید. عده‌ای هستند که تحت تأثیر این افکار گمراه کننده قرار میگیرن و بیچاره ها خیال میکنن کارو خوب دارن انجام میدن. مصداق آیه شریفه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مصداق این آیه خیال میکنن دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اینا همون کسانی هستند که در روز قیامت عرض خواهند کرد به خدا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این بیچاره ها همونان، اونی که در مسجد دمشق یک عالم بزرگ مسلمان رو به قتل میرسانه جزو این هاست، اونی که مسلمان ها رو به بهانه انحراف از دین سر میبره جزو این هاست، اونی که در پاکستان و در افغانستان و در بغداد و در شهرهای گوناگون عراق و در سوریه و در لبنان با انفجار بیگناه ها رو به خاک و خون میکشد، این جزء همین هاست که روز قیامت خواهد گفت ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب. در یه جای دیگر قرآن خدا میفرماید لکل ضعفون، قبول نمیکنه خدا که ربنا آتهم ضعفین، لکل ضعفون، هر دوتون تابع و مطبوع تخاصم و اهل النار با هم دیگه می جنگن. اینا رو باید نجات داد، این جوان ها رو باید نجات داد و این به عهده علماست. علما با محافل روشنفکری هم ارتباط دارن، با توده مردم هم ارتباط دارن، باید تلاش کنن. خدای متعال این رو از علما سوال خواهد کرد در قیامت که چه کردید، باید اقدام کنن. این یک کار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.